به نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان و بینندگانی که همین اکنون به پای تلویزیون های خود نشستین و بیننده برنامه نوشدارو از شبکه تلویزیونی سبا هستین. در این هفته روی یکی از موضوعات عمده صحی که عبارت از جاغور و عوامل و اسبابش است می خواهیم صحبت داشته باشیم، در رابطه با اینکه جاغور چی هست و کدام حالت اطلاق میشه، کدام اسباب و عوامل میتونه که سبب ایجاد حالت به نام جاغور نزد یک شخص شوه، بالاخره کدام اعراض و علائم نزد شخصی که مصاب حالت به نام جاغور میشه با وجود آمده میتونه و بالاخره چگونه تشخیص تداوی صورت میگیره. در رابطه با این موضوعات صحبت های خود داشتیم با مهمان برنامه، جناب استاد دکتر فیروزالدین راشد، استاد دپارتمنت جراحی صدری پوهنتون طبی کابل که لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه تشریف آوردن. جناب استاد شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه تشریف آوردین. بس از تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با ابراز امتنان از تلویزیون محترم سبا و برنامه نوشدارو، نخست از همه سلام و احترامات خود به کارکنان تلویزیون سبا و بینندگان محترم تلویزیون سبا تقدیم می‌دارم. علیکم سلام. جناب استاد، همچنان که قبلا یادآور شدم، موضوعی که امروز می‌خوایم صحبت کنیم در رابطه با او در مورد جاغور است. در کل قبل از اینکه روی بحث اصلی که جاغور است صحبت بکنیم، میشه که به صورت عموم برای همتانان عزیز ما بگوین که خود امی غده‌ای که به نام جاغور یاد میشه و یا هم غده تایروید چی نوع یک ساختمان داره، در کدام قسمت موقعیت داره و بالاخره چی وظیفه‌ای را در عضویت ایفا میکنه؟ تشکر. قسمی که شما گفتین غده جاغور یا تایروید از کلمه انگلیسی به نام تایروید و لاتینیش به نام گایتر یاد میشه و این غده به صورت عموم در قسمت قدام گردن، قسمت سفلی قدام گردن موقعیت داره. وزنش در حدود 20 تا 25 گرام است و دارای دو لوب یا دو قسمت است که لوب قسمت پست راست یا پست چپ است و همچنان دارای شبکه بسیار وسیع شرایین است که از قسمت های قلوی یا بالای عبیه و از قسمت سفلی به طرف غده میره و همچنان اعصابی که در اینجا تعصیب میشه اعصاب حنجروی است و همچنان اعصاب راجعه میگن که در جریان عملیاتی دانستن از این موضوع بسیار مهم است. بسیار خوب. در مورد وظیفه غده جاغور یا غده درقی یا تایروید بگیم که اصلا غده تایروید یا جاغور که به اصطلاح ما میگیم دو نوع هورمون افراز میکنه، یکی به نام هورمون تی‌3 میگیم، به نام تی‌3 و تی‌4 یاد میشه. بسیار خوب. و این هورمون ها بالای نشو نمای عضویت، بالای سرعت استقلاب، انتقال آب و آهن، توازن نیتروژن و شم رول مهم دارن. بسیار سپاس جناب استاد. دوستان عزیز، همچنان که قبلا یادآور شدم، موضوع برنامه امروزی ما در رابطه با جاغور و انواع و اسباب و عواملش است. خب جناب دکتر، فکر میکنم که تماس داریم، تماس هم میگیریم بعد ادامه بحث ما. بله سلام علیکم، برنامه نوشدارو بفرمایین کی و از کجا با تماس هستین؟ سلام خوبیره جان، خوب هستین؟ علیکم سلام، سلامت باشین. نمشیره بفرمایین سوال تانم را بسازم. از دیدانا صحبت میکنم، نامم تیویتاست. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین مشتایم سوال تان. دکتر صاحب، من جوخور داشتم، تقریبا 3 ماه شده که عملیات کردیم. بالا عملیات کردیم، اینا زیاد درد دارم و جای عملیات سوخت و سوزش زیاد داره. دوم دیگه بعد از عملیات میپندم، همیشه رنج زیاد میپندم. دیگه تکلیف کمردردی، پایدردی، دستون قرخت میشه بعد از این عملیاتم. امی قسمتی که عملیات شدین شما درد داره، سوزش داره؟ بله. این درد سوزش از سرخی پوندیدگی قسمت در مشاهده نمیشه؟ در امو قسمتی که عملیات شدین شما سرخی پوندیدگی هم دیده میتونین؟ بله، هم سرخ هستم، دبل شده، میگوش دبل شده، دیگه دوم نیم تخصیصی نیم کتش در سخت و خارج دست. کدام سوال دیگه استاد؟ نخیر نیست. خب تشکر، خوارخنده از تماس شما. انشاءالله استاد محترم با شما پاس خراحت خواهد کردن. سپاس از تماستان. خدا پس شما. میربانی استاد محترم، سوال گرفتین انشاءالله. بله، در جواب از این بیننده باید بگیم که
جاغور اصلا که عملیات میشه چون مدت 3 ماه گفت که عملیات شده؟ بله، 3 ماه قبل. 3 ماه قبل. در جریان 3 ماه قبل حتما التیام صورت میگیره. بعضا اگر انتان واقع شوه در خود جرحه میتونه که سرخی، پوندگی و اراض علائم یک ناحیه میکروبی انتانی باید ظاهر شوه. منطقه قسمی که گفتن که هم اندازه دبل شده، این دبلی ناشی از این که بعضا مداخله یک جرحی که بالای غده ناحیه صورت میگیره یک اندازه پوندگی و بوجود میه و این یک زمان نیاز داره که تا رشف شوه. درست. و همچنان که قسمی که همشری ما صحبت کردن گفتن که بعضا میتونه که کرختی یا شخی در دست و پای خود احساس میکنه. در ارتباط ازی بویم که در زمان عملیات بالای نسج جاغور یا غده که عملیات صورت میگیره نسج قطع میشه، طبعا در وجه 4 عدد غدهات پاراتیروید است. درست. بعضا در جریان عملیات قسما مجروح میشه یا در جریان عملیات ارواحی که خونی که به غده پاراتیروید میرسه یا لگید میشه یک اندازه کمبود کلسیم احساس میشه. بعضا میتونه که قسم شخی در انگشتان احساس بکنه و این با گرفتن دوای کلسیم به شکل فمی اگر بسیار زیاد اعراضش حرکات تیتانی یا عملات شدید باشه در وسط زرقی میتونه کلسیم بگیره و در غیر از او از طریق فمی کلسیم میتونه که بگیره و دوباره حالت عادی رجعت میکنه. خب استاد محترم، مشخصا توصیه شما برای خواهر ما چی است؟ توصیه ما ایست که اگر عملات قسمی گفت عملات تیتانیک اگر مه بعد یکان بعد سبی کلسیم تعیین شوه، کلسیم اگر پایین باشه در صورت ما میتونیم توصیه کنیم کلسیم بعد از طریق فمی توصیه شوه باشه. خب تشکر دکتر سه محترم. برمیگردیم به بحث اصلی خود ما که قبلا گفتیم در رابطه با جاغور. جناب استاد، میشه برای همدلان عزیز ما بگوین که خود جاغور چیست یا هم اصطلاحی که به نام گایتر یاد میشه چی است، به کدام حالت اطلاق میشه و در کل میشه بگوین که به چند نوع است؟ درست. جاغور قسمی که شما گفتین گایتر، یعنی کلمه گایتر کلمه لاتین است که به نام گلو یاد میشه. همین جاغور یک زخامه سلیم، درست، یا بزرگ شدن غده به نام جاغور اطلاق میشه. این به نام جاغور است در صورتی که سویه هورمونا نرمال باشه. یک جاغور ساده گفته میتونیم. یعنی در کل استاد محترم، وقتی که بحث از جاغور و یا هم امو گایتر میشه، هر زمانی که امو ساختمانی که قبلا شما یادآور شدین ازش که به نام جاغور و یا هم غده تایراید یاد میشه، بنابر هر عاملی اگر زخیم میشه زخامه میکنه، امی حالت به نام جاغور یاد میشه. جاغور گایتر یاد میشه. ما میتونیم که جاغور ساده در صورتی گفته میتونیم که سویه هورمونای تایراید نرمال باشه. و زمانی که نیتونه که تاکسیک باشه، سویه هورمون که بلند باشه، به نام جاغور تاکسیک یا زهری هم میتونیم گفته. در حالت جاغور ساده سویه هورمون پایین نرمال از شخص نرمال میباشه. جاغور ساده گفته. درست. جناب استاد، در رابطه با انواع جاغور ساده میشه صحبت بکنیم که به صورت عموم جاغور ساده به چند نوع است؟ از نظر تقسیم بندی جاغور در مجموع به 6 نوع تقسیم شده که یکی فرط فعالیت یا زیاد شدن فعالیت غده به نام هایپرتیروئیدیسم است. دیگر نوع دومش تفریط فعالیت یا کمکاری غده به نام هایپوتیروئیدیسم است. دیگر جدری التهابی که التهاب میکنه تیروئیدیت است به نام تیروئیدیت زیاد میشه و همچنان جدرها یک نوعی است خود گایتر جدرها و نوع دیگه نوع سرطانی است که میتونه سلیم باشه میتونه خبیث باشه. به صورت عموم همی امراضی است که میتونه خود همی غده تایراید مصاب بسازه. درست. خب قبلا استاد محترم در رابطه با جدره ساده گفتین که به حالت اطلاق میشه که خود غده بزرگ میباشه اما سویه هورمون ها نرمال است. حالا میشه مشخصا در رابطه با انواع خود جدره ساده برای همتان عزیز ما بگین که این هم انواع خود داره یا بله بله بسیار خوب. جدره ساده هم از نظر اشکال کلینیکی خود داره که میتونیم که جمله جدره یا جاغور منتشر بسیار خوب هایپرپلاستیک و جدره نودولر
شکل نودول واری یا یک بر آمدگی بردستگی های به شکل نودول و نودول واحد یا یک نودول باشه. بسیار خوب. و قسم چهارمش جدره یا جاغور از به قسمت عقب استخوان سینه یا خلف از مقصد به حساب رید. درست. این چهار نو شکلش هست. چهار نوی کلینیکی است که از شکل جاغور ساده. درست. تشکر جناب استاد. اگر کمی واضح تر بسازین برای هموطنان عزیز ما که خود وقتی یادآور میشیم از شکل و انواع کلینیکی جدره ساده که گفت قبلا هم یادآور شدین که به شکل منتشر هایپرپلاستیک و نودولر است، در کل همین حالات از هم چی تفاوت های میتونه داشته باشه؟ بسیار خوب. در جدره منتشر که میگیم هایپرپلاستیک منتشر یعنی به یک سان بزرگ میشه. در این حالت ها هورمون ها به شکل که افراز میشه و خود حجرات جاغور جذب میکنه، حجرات درقی جذب میکنه، به شکل یکسان است، یکسان بزرگ میشه. بسیار خوب. ایره به حساب هایپرپلاستیک منتشر میگیم. درست. که میتونه در این حالت ها در اشخاص نوجوان نو بلوغ میشه هم یک مدت جاغور پیدا کنه، منتها حالاتشون زود برطرف میشه. بسیار خوب. و یا در حالت استرس یا در حالتی که خانمی که حامله باشه هم میتونه که در جاغور بوجود بیاد. بوجود بیاد. بسیار خوب. استاد محترم، کدام اسباب و عامل میتونه نزد یک شخص سبب ایجاد همین حالتی که قبلا از به نام جزره و یا هم به نام جاغور یادآور شدیم شوه؟ یعنی کدام اسباب و عامل میتونه که زمین اساسی بکنه برای از اینکه امی خود قده تایراید که شما قبلا یادآور شدین در قدام گردن وجود داره، این سبب شوه که امو قده زخاموی شوه و یا هم بزرگ شوه و پوندیدگی در اوج ایجاد شوه؟ بسیار خوب. عوامل اسباب یا با وجود آوردن جاغور در قدم اول کمبود آیودین است. بسیار خوب. احتیاج روزانه یک فرد 0.15 میلی گرم باید روزانه آیودین باید بگیره. و زمانی که فقدان آیودین کم میشه طبعا آیود جذب کرده نمیشه و میتونه که غده بزرگ شوه و به شکل زخامه شوه. و بعضا تناقض در ترکیب هورمون ها هم میتونه که یکی از عامل سببی جاغور باشه، زمین ساز باشه. و بعضی نباتات دیگه هم هست که مثل شلغم، کرم و انواع از این نباتات میتونه در بوجود آمدن جاغور رول داشته باشه. و بعضن گرفتن زیاد مقدار آیود هم میتونه که سبب جاغور شوه. خب بسیار خوب. و بعضن مقدار زیاد کلسیم هم زیاد بگیره میتونه که سبب زمین سازی بشه. یعنی در کل خود اکثریت عوامل که زمین سازی میکنه برای ایجاد حالت به نام جاغور نزد یک شخص و یا هم گایتر کمبود آیودین و یا هم مشکل در ترکیب تناقض هورمون است. شکل ژنتیکی. و گفتین که گرفتن بیش از حد خود آیودین هم سبب جاغور نزد یک شخص شده میدونه. بسیار خوب. دکتر سه محترم، در رابطه با عوامل صحبت کردیم، حالا میشه که بگین خود امی حالت به نام جاغور و یا هم جدره که ما از او یادآور میشیم چگونه تشخیص صورت میگیره نزد یک شخص؟ خب بسیار خوب. یک اصطلاح به نام اندیمیک که یک سایه بسیار وسیع را در بر میگیره. بسیار خوب. بعضی مناطقی است که به شکل یک منطقه بزرگ یا شکل یک ولایت یا یک ولسوالی که در اون ناحیه آب و غذای از اینهایی که تغذیه یا تهیه میشه فاقد یا کمبود آیود میباشه. درست. و میتونه دوجه به شکل عموم تمام اکثر مردم ازی جاغور داشته باشن. و بعضا به شکل پراگنده یا به شکل سپورادیک میتونه که با دیگه نقاط هم باوجود بیاید. بسیار خوب. مثال زنده ازی ما میتونیم بگویم که منطقه ولایت کاپیسا ولسوالی کوهستان، این ناحیه اندیمیک است و زیادتر مردم مصاب جاغور هستن، منتها حالی بسیار کم شده، وقتش کم شده و قبلا زیاد بود. با تدابیر وقایوی این حالت کمتر شده. درست. یعنی یگانه عامل و فاکتور بسیار عمده ای که زمینه سازی میکنه برای به وجود آمدن این حالت کمبود آیودین است و او هم مشخصا در مناطقی که اندیمیک هستند، به این معنا که مناطقی که در مواد غذایی و آبشان
مقدار آیودین کمتر است و آیودین به شکل مواد غذایی و به شکل در آب به شکل ترکیبی کمتر میگیرن، این ازشان زمینه سازی میکنه برای ایجاد این حالت. بسیار خوب استاد محترم، میشه بگوین که وقتی یک مریض جاغور نزد یکی از دکتر صاحب مراجعه میکنه، امی دکتر صاحب چگونه نزدش تشخیص بکنه که این شخص مصابه جاغور شده و یا هم چگونه معاینه جاغور صورت میگیره از یک شخص؟ بسیار خوب، زمانی که یک مریض پیش جاغور پیش یک دکتر مراجعه میکنه، در حین استجواب یا پرسان کردن از مریض، میتونیم که از طرز صحبت ازی در مورد فعالیت خود خودم ما معلومات حاصل کنیم. آیا مریض چه رقم صحبت میکنه؟ بعضن شواهدی که مثل اعراض علائمی که بعضی مریض میگه، مثلا تعرق است، کم بودن اشتها است، لاغری است، تهیج است، و در طرز صحبت ازی ما دریافت میکنیم که آیا این مریض چی اعراض شکایت میکنه و از روزی ما میتونیم که صحبت کنیم که جاغور است. یا بعضن مراجعه میکنه یک کتله در کدام اون خود میبینه که میگه من چه دارم، یک کتله یا خود مریض شکایت میکنه و میگه که من چه دارم. در این صورت باید ما این را تشخیص بکنیم آیا از نوع جاغور ساده است یا نوع زهری است. به این خاطر باید ما بعضی معاینات لابراتوری انجام شود که وظایف هورمونی جاغور تعیین شود، که در جمله تی سی و تی چار که جمله هورمون های غده است باید لابراتوری تعیین شود. اگر سوی هورمون ها نرمال است و اعراض علائم مربوط جاغور تاکسیک زوری نداشته باشد، این مریضا میتونه که عملیات شوه و بنابر درخواست خودش یا بنابر بعضی مشکلات مثلا فشار آوردن بالای اعضای مجاور خود گردن یا خفی صدا، میتونه که مریض عملیات شوه. درست جناب استاد، قبلا در رابطه با انواع خود جاغور صحبت کردین که مشخصا دو نوع عمدیش که از شکل ساده و شکل توکسیک و هم شکل زهریش است. مشخصا میشه تو واضح بسازیم برای هموطنان ما که امید و شکل از هم دیگر چی تفاوت دارن، چگونه تشخیص دقیقی میشن از هم دیگر؟ بسیار خوب، جاغور ساده گفتیم که سویه هورمون نرمال است و که زمان لابراتوار تعیین میکنه، یعنی در جدری ساده امی خود قده زخاموی و بزرگ است. بزرگ است و در جدری تاکسیک میتونه که کوچک باشه و یا بزرگ باشه، او مهم نیست. بسیار خوب، و میتونه که در اوج از تعیین کنندهش سویه هورمون خود غده است، تی سی و تی چار. درست، زمانی که در جاغور تاکسیک یا زهری سویه هورمون بلند میباشه، یعنی هایپرتریدیزم میباشه. بسیار خوب، و استجوابی که از مریض میکنیم یا اعراض علائمی که مریض بر ما میگه ما از روزی تشخیص مانده میتونیم. سپاس جناب استاد. در رابطه با این که چگونه میتونیم که از ایجاد امی حالتی که بنام جدره و یا هم بنام جاغور یاد میشه چگونه میتونیم وقایع بکنیم، و در رابطه با این که تداوی خود جدره های ساده چگونه صورت میگیره، در رابطه با این موضوع میشه که برای مطالعه ما روشنی بندازیم. بسیار خوب، وقایوی به شکل وقایوی، تداوی وقایوی خصوصا در نواحی بزرگ یا نواحی اندمیک قبلا ذکر کردیم. درست، با تدابیر وقایوی با میتونیم که جلوگیری کنیم، که در او صورت مقدار پوتاشیم کلوراید، پوتاشیم آیوداید در صدم سه یزارم سه خود سودیم کلوراید مخلوط کنیم و توزیع شود. یعنی آیودین برای مریض توزیع شود به شکل پوتاشیم، یعنی نمک آیودین دار. درست، و در او صورت میتونیم که وقایه بکنیم از و بعضن که تدابیر وقایوی اگه جواب نمیده، در او صورت ما ادویه انتی تایراید یا ضد جاغور ما به شکل دواهای تیروکسین 0.2 تا 0.15 میلی گرم روزانه بر دو ماه، و بعضن میتونیم 0.1 میلی گرم و تا حدود 2 سال ما این تداوی را ادامه بدیم. بسیار خوب، با وجود ازی که تداوی اگر جواب نداد بنابر بعضی عواملی که یا مریض خواسته باشه عملیات شود،
یا کدام اعراض فشاری بالا یا زای مجاور خود آورده باشه، در اون صورت عملیات ضرورت استدباب داره. استدباب داره. درست استاد محترم، در رابطه با نوع جاغر توکسیک میشه که بگوین که جاغر توکسیک و یا هم وقت میگیم جاغر شکل زهری، این به کدام حالت اطلاق میشه و این از نظر کلینیکی آیا انواع خود را داره یا خیر؟ تشکر. جاغور توکسیک این هم سویه هارمون ها در اوج بلند می باشه، هایپرتیروئیدیسم که دارای اعراض توکسیک خود داره. اعراض از این مریضایی که جاغور زهری دارن خستگی است، عدم تحمل گرمی است، کف دست مرطوب دارن. این مریضا در مجموع این اعراض و خود تکان قلبی دارن، اعراض علائم شنی است. علائم از این مریضا میتونه که به شکل ضربان سریع قلب باشه و شکل که از نظر دید که وقتی مشاهده میشه چشمای از این قسمان برآمده میباشه و سفیدی چشم از این بارستر میباشه، به نام اگزفتال مستعد میشه و همچنین کشش اجفان هم موجود می باشه و رشه انگشتان بازن جمله علائم میشه. سپاس جناب استاد. باز هم فکر میکنم بیننده ما رو خط هستن، تماس شانه میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید برنامه نوشدارو کی و از کجا با تماس هستین؟ بله بله از نای نو با تماس شدیم. بفرمایید برادر مدرم، سوال تنم شخصا سوال ما طور است که از دکتر سر که امی راجع به انزایم های تی سی تی فور تی سی چی آگف زدن و ما مریضی که دارم بنام مگزوریم یک مریضی است، آیا یام یک نوع مریضی جاغر است و یا کدام دیگه مریضی کدام دیگه است و خود امی دوای زیر اگه تشریح کنن که چطور داده میشه و کدام دوای برزی به درد میخوره. سپاس برادر محترم از تماس شما. شما گفتین که مریضیتان مگزدم است، شما چگونه فهمیدین که این حالت به شما وجود داره؟ ما وقتی که چیز معاینات خود تکمیل کردم در شفاخانه فرانسوی ها تی سی تی فور تی سی چی بسیار بالا بوده. بسیار خوب. بعد از او که پیش دکتر سر مراجعه کردم برای ما تایروکسین دادن که تایروکسین روزانه دو دانه میگیره، مال به حساب امو مشکلاتی که ما داشتم مال رفع شده. درست. جناب استاد سوال دارین از برادر ما؟ نه خیر نیست. خب تشکر از تماس شما، انشالله استاد محترم به شما پاسخ را خواهد کردن. سپاس از تماس برادر محترم، خداحافظ شما. مهربانی استاد با جواب برادر ما باید بگویم که یکی از جمله انواع جاغوره تاکسیک مگزدیما میتونه شده. بله. در این حالت هم سویه هارمون های درقی هم بلند میده، بلند میباشه و آراز شاید آراز شاید داشته باشه به این ارتباط و تداویی که قسمی که خودشان هم گفتن که در شفاخانه فرانسوی هم راجع کرده بود تایروکسین برش توصیه شده بود تا سویه هارمون را حالت نرمال برگردانه و یک مدت تداوی طولانی را کار داره و از صفر شیر 2 تا صفر شیر 15 میلی گرام در 2 ماه باید تطبیق بکنه. بعد از 2 ماه میتونه که 0.1 میلی گرام 0.15 میلی گرام باید به صورت دوامدار تا 2 سال را ادامه بده. همین حالت را. سپاس. یعنی مشخصا سوال برادر ما بود که مگزدیما میتونه که از انواع خود جاغر باشه. سپاس. استاد محترم در رابطه با اینکه تشخیص خود جاغر توکسیک چگونه صورت میگیره میشه به شکل خلاصه بگوین؟ تشخیصش در مورد تشخیص باید بگویم که از اعراض و علائمی که خود مریض حکایت میکنه و از نظر تفتیش و چهره که ما مشاهده میکنیم چه رقم استجواب میکنه، به شکل متهیج است، به شکل نارام و عصبانیت جواب میده، ما میتونیم فکر میکنیم که یک حالت تاکسیک باشه یا بعضن میتونه که علائم کره عین یا اگزوفتالموس که چشما قسمان برآمده و سفیدی چشم بسیار متبارز و عجفان بسیار کش شده، این هم جمله اعراض علائم کلینیکی است که ما را به طرف تشخیص آفت نزدیک میکنه و در ضمن معاینات قطعی که اجرا میشه در این تو حالت ها باید
هورمونای درقی یا تایرید باید اجرا شوه که ببینیم که سویه تی سی، تی چار یا تی سی ایچ و همچنان سویه آزاد هورمون تی سی و در خون دیده شوه. بعد از ما حکم اطلاع کده میتونیم که از کدام نو جاغور است و تدابیر شروع کنیم و بعضی معاینات دیگه هم که میتونه که تشخیص کمک بکنه، مثلا اسکن آیودین اسکن است که آیود 121 داده میشه، اسکن میشه و نقاطی که بساش فعال است در اسکن معلوم میشه و نقاطی که سرد است معلوم میشه و بعضا این تشخیص میشه و تشخیص هایی که بعض جاغورایی که در داخل قفص سینه است توسط سی تی اسکن، اولتراساوند، اکسری ساده هم بازن تشخیص میتونه تشخیص کننده باشن. خب سپاس استاد محترم از اینکه وقت برنامه ما آیست آیست داره به پایان میرسه. در اخیر میشه بسیار به شکل خلاصه بگوین که تداوی خود جاغر به صورت عموم چگونه صورت میگیره؟ آیا تداوی طبی است و یا تداوی جراحی ضرورت داره و میشه بگوین که کدام نوع تداوی برتریت داره؟ بسیار زیاد تشکر از سوالتان. در مجموع تداوی دو قسم تداوی است، یکی تداوی دوایی است، یکی تداوی جراحی است و هر کدامش مزیت و برتریت و مزیت خود داره. بسیار خوب. تداوی دوایی باید صورت بگیره در معلوم در مواردی که هورمون درقی بلند باشه باید تداوی دوایی صورت بگیره و در تداوی دوایی امی تایروکسین است داده میشه و همچنان دوای بیتا بلاکرها یا پروپانالول هم توصیه میشه و در تداوی جمله تداوی شامل رادیو آیودین هم شامل است که شوای رادیو آیودین است که متاسفانه در اینجا دستیاب نیست، منتها در موافقانه تصویت رادیو آیودین هم تداوی میشه و معذرت از این تداوی دوایی است که یک مدت طولانی در بر میگیره و رادیو آیودین دسترس نیست و اگر دسترس هم باشه در بعضی حالت هایی که میتونه که شکل سرطانی تبدیل شوه یا در خانم هایی کامله هستن تاثیر نمیشه، سر جنین تاثیر میکنه، بعضی معذیر خود داره. بسیار خوب. و تداوی جذری ازی تداوی عملیاتی است که در صورتی که هورمون های جاغور یا درقی نرمال باشه و کدام اعراض مشکل قلبی دیگه نداشته باشه این مریض عملیات میشه، عملیات هم توسط یک جراح مجرب ورزیده چون بسیار یک غده اروایی است و اعصابی که در داخل از این میشه مهم است که باید اعصاب انجروی و اعصاب راجعی باید تفکیک شوه و در مورد حفظ خود غدوات پاراتیروید که 4 عدد است در 4 قسمت غده موقع داره باید زیاد کوشش شوه که تا یاد برداشته نشه یا دیگه نمیاد آسیب نپذیره. بسیار خوب. استاد محترم در رابطه به تداوی صحبت کردین، نتایج تداوی جراحی نزد یک شخصی که مصاب جاغور است چقدر قناعت بخش بوده میتونه؟ قبلا گفتم که جراحی برتریت خود داره در جوره دستاتی که توسط یک شخص مجرب عملیات صورت بگیره اختلاطات بسیار ناچیزی داره یعنی زود شفایاب میشه، آراز علائمی که داره زود برطرف میشه و بعضی مشکلات خودم داره، میتونه که باعث عدم کفایه پاراتیروید گرفتار شوه، میتونه که تحول بکنه به تایروتاکسیکوزیس جمله یا میتونه که بعضن به طرف حالت کانسری بعضن یا دوباره نقص کنه بوجود میاد بعضن عملیات دوباره. سپاس جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه تشریف آوردین، یک جان سپاس از شما. تشکر از شما و دوستان عزیز، یک جان سپاس از شما هموطنان عزیزم که تا آخر برنامه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده و هفته آینده که باز هم با تقدیم نمودن یکی از برنامه های جدید طبی دیگر باز هم در خدمت قرار میگیریم، تک تک شما هموطنان عزیزم به خداوند لایزال می سپارم. اوقات خوش در پیش داشته باشین. خداوند نگهدار شما.